سلام خسته نباشید. میشه فیلم بگیرم؟ مشکلی نداره. ویدیو درست میکنم از کل شهر ایران. آره. بعد اگر که مثلا یکیتون دوست داشتین راجب مثلا سردشت حرف بزنین، راجب کردستان حرف بزنین. حاج آقا اهل سلام سلام خسته نباشید قربان شما خیلی ممنون. راجع به شهرتون یه سری اطلاعات می‌خواستم. چی مثلا حوادث مهمش توی تاریخ؟ بعد من کمتر میارم توش بخوره نه. خب مثلا الان 5 تیره دیگه. آره از فردا 7 تیر مثلا سال روز بمباران شیمیایی سر داخل شهر. خیلی اتفاق والا من اینجانه بودیم این وقت. نه والا مرسی. بعضی هستن حالا اینجا شیمیایی هستن اینجا بودن اینا بعضی هستن دست شما درد هستن ولی من این طرف نمو سایه آدم بود. با اجازه ایشاره اومدیم نه تو کلمه سال 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 میبخشیم. دست شما درد نکنیم. با اجازه خدا نگه. سلام رو دست خوشم اینو کردم. حالا حلاله. حالا شیر به در اومده. حالا دلم شما اهل همینجا این قرار لذت دیو برتون بیجو سای دست نکر متولد چندی متولد 70 دنبال یکی هم که توی بمباران شیمیایی اینجا توی شهر بوده. این سلام آقا خسته نباشید. من دارم ویدیو ثبت می‌کنم به جای جایی ایران. بعد الان 5 تیره پس فردا سال روز بمباران شیمیایی داخل شهر سرداشت. اتفاقات تو مثلا دنبال این هم یکی باشه اونجا بوده باشه سفیدا بپرسیم. شما هم نه من سلام خسته نباشید. سلام من دارم یه سری ویدیو ضبط میکنم از شهرهای مختلف توی ایران. از شهرهای مختلف توی ایران ویدیو میگیرم. بعد الان 5 تیر پس فردا 7 تیر سال روز روزیه که داخل شهر بمب شیمیایی زدم اینجا. دنبال اینم یکی رو پیدا کنم که اون روز اونجا بوده باشه داخل شهر بوده باشه. بعد خودش توضیح بده که والله من نبود. نه ما بودیم ولی سر در سر یادم نمیاد مثلا چی بوده.
خیلی اتفاق تلخی بوده دیگه توی شهر، شهری که توی دشت نیست، راهاش سخته، یهویی بمب شیمیایی زدن. من اینجا نبودم، اون وقت تو دیم من اینجا نبود تو دیم هستم سلام آج آقا، خسته نباشی. من یه سری ویدیو ضبط کنم از شهر مختلف ایران. بعد پنج تیر شانس زده، من یه اتفاق خوبی واسم افتاده، سردشتم. هفت تیر سال روز روزیه که صدام بمب شیمیایی زد داخل شهر. من فارسی نمیدونم آقا، فارسی نمیتونی صحبت کنی. کردی میتونی اینو توضیح بدین راجع به اتفاقات اون روز؟ حالی نمیشه. مرسی. ببخشید. خوش اومدید. قربان شما. من الان در واقع دنبال ریش سفیدای شهرم. سلام آج آقا، خسته نباشید. من دارم یه سری ویدیو ضبط میکنم از شهرهای مختلف ایران. بعد امروز 5 تیره، پس فردا 7 تیر، سال روز روزیه که صدام توی شهر بمب شیمیایی زد. خب این یه اتفاق خیلی اصلا نمیشه راجبش، آدم نمیدونه چی بگه. توی شهر توی شهر همچین
کاری کردیم. تمام. اینم خبر می‌داریم. چیز داریم. بعد شما موقع کجا بودیم؟ این موقع من چیز بودم، روستا بودم. همین روستای خلاصا اعلان. این وقتی مثلا اینجا کیمیا بینم زد، این وقتی میدیم این وقتی تقریبا خیلی اینجا شید شدم. مثلا مثلا مردم خیلی شید شدم. خیلی شرای بری کرد، خیلی شرای زد شد. این؟ سد نظر من کسایی که اون روز توی شهر بودن یه اصلا یه حال خیلی خرابی رو تجربه کردن که اصلا نمیشه تعریفش کرد. باز من خیلی نظیر بزیدی توسی بردمانی هواپیما و کاتیشا و خلاصا ما همه میرسیم تو دره و تو مثلا جای خودمان قایم میکرد تقریبا هشت ماه نو ماه تو کوه ها بودیم. بعد مثلا می آمدیم اصلا زندگی نداشتیم اینجا. من دوری خلاصا خلاصا چیزی گذراندیم. خلاص خدا شکری خدا یه خود شد. ولی خب الان نگاه میکنی اصلا تأثیراتش خدا رو شکر خوبه. چون بمب شیمیایی یه چیزیه که اصلا با بقیه بمبا فرق میکنه، موندگاره. خلاصه از دین نمیده، بچه های مثلا شد به دنیا میان، این هم خلاصه ناقص میشه. اصلا هیچ جای دنیا سابقه نداشت داخل شهر. خلاصه منطقه ما هم زد دوری، ولی ما هم شیمیایی زد. یعنی تو آلو، تو مثلا دوله یه پولی داشتیم مثلا خیلی اهل تو همین که بسید. اینم یه پول بود، اینم تقریبا وسط این مزدار تقریبا ما گاو و گوسفنده هم از بین رفت. خیلی گاو و گوسفنده خیلی سیتا که من مالی کدم از بین رفت به همین شیمیایی. حالا ولواز خیلی نجور بود، ولی شکری خدا حالا خوبه. الان خوبه. حالا خوبه. این چیز داری، امنیت داری، امنیت خیلی خوبه. امنیت اصلا چیز بهتره. امنیت خیلی خوبه. آدم مثلا که امنیت داشته باشه خوبه. کسی رو سراغ ندارین که داخل شهر بوده باشه اون روز؟ چجور مثلا؟ یه نفری که اون روز همه چیز رو به چشم دیده. والله هستن، هستن مثلا همین تو دور بلی اتفاقاتی که آره افتاده تقریبا دور بلی همین پوشی سرچاوه بهش میگن یه مسکیتی بود، مسکیتی بود این دور بلی مثلا شیمیایی زد. هستن پایینم بکوس از بیت میگن هستن مثلا اینو مثلا هستن سالماندار تقریبا یه عمری در اینام دیدن به چشم خودشون خیلی دیدن. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حفظتون. سلام. عراق. کجا؟ عراق. خیلی خوش اومدید. مرسی. ببینید چه صحبتی بکنید. راحت می‌کنم بفهمید. باش. بفهمید. قد کنم اینطور یا اینکه قد کنم. دوست داری بگیم. یه چیزی بگیرم. بیا. قربان. عرق کنم. عرق بچه‌سی. مالی کجاست؟ خبر می‌زنی اصلا واسه خودم. من واسه خودم می‌گیرم. خودت؟ آره. کاملا مستقل. ولی خب با خبرگزاری هم کار میکنم، اما اینو به اونا ربطی نداره. یه پروژه عکاسی از مزار شهدا و قربانیان شهید اداره کرد. بعد رفتم ولی خب وضعیتش خیلی بد. اتفاقا یه گزارش هم تهیه کردیم در خصوص این بمباران شیمیایی هفته‌تی. حالا گفتیم ببینیم اگر خبرگزاری باشید در این خصوص اطلاعات بدید. و
نه من داخل یوتیوب میذارم همه اینا رو. مخاطبم اصلا فارسی بلد نیستن، حتی خودشون حالا میرن ترجمه میکنن، هر کاری میکنن. ولی خب مهم اینه که توی ایران مثلا توی سردشت واقعیت کف خیابون همه چیز واقعی یه تیکه کلا. بعد همینو هم واسه یه خارجی و شاید واسه خودمون مسخره بیاد، ولی همین که اینجا نشستیم این تعاملمون که شما منو صدا کردی خیلی خوب اومدم اینجا نشستم، این هم واسه شون جلسه مردم اینجا خیلی میهمان‌نوازن. آره این که دیگه صبحونه وقتی کباب میخورم معلومه دیگه چه خبره. حالا نمیدونم سوالت پرسیدی کجا رفتی کجا گشتی؟ اکی 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 دنبال این بودم که ببین داخل شهر بمب شیمیایی زدن اون موقع خیلی کار ممنوعی بود، اصلا هیچ جا نمیتونستن چه چیزی رو بکنن. این که حالا صدام این کارو کرد خودش به کنار، اتفاقاتی که تجربه های بحرانی سختی که اون لحظه حالا اونایی که سالم تر مونده بودن داشتن خیلی جالبه. من اصلا حالا رفتی اونجا که بمب زدن دیدیم؟ نمیدونم کجاست. آخر شهر چون رو بمب زده شده تابلوش زدن، همین تابلوش هم قدیمی همه یه کوچه یه هستش کجا این کوچه تقریبا 56 و تشریح شده اگه بریم اونجا مثلا به بوسی بعد مثلا بخوایی بریم نفر به نفر بیاری مثلا یه پزشکی که خود مردم به هر حال یهویی کارگروهی رو تشکیل دادن به عنوان تیم پزشکی دیگه، اتفاقاتی که اونا تجربه کردن خودش خیلی باحال، اونا با اون شرایط یهویی مواجه شدن. شوخی نمونده داخل شهر اون خورده اون به شیمیایی چیزی که واسه هیچ جان سر چه کاری؟ آها این این ویدیو گرفتن رو بودن 3-4 ماهه، ولی خب عکاسی و اینا خیلی باعث میشده که بشینم صحبت کنم. حالا اگه خواستیم بخواییم بریم اونجا چقدر رو فقط من میخواستم برم اونجا میخواستم برم اونجا یه اشیاتی بگم اگه میخواییم بریم اونجا نشونت میبدم اونجا مردم باشه. آره چرا که نه بریم دست مردم نریم با اجازه خدا حافظ شما خدا دست شما درد نکنه.
لپتاپی که با مام پریمیر روش نیست، از روشم جواب نمیده، دیگه استوب نمی کنم ویدیو رو که دیگه راحت آپلودش بکنم. اینو داخل یوتیوب میذارم، یه کانالی دارم 120 ویدیو گذاشتم، مثلا 121 خود شهرمونو که متر کردم کامل شهرو؟ آره متر کردم دیگه قشنگ همه جاشو، همه جاشو رفتی؟ همه جاشو رفتم ویدیو گرفتم، از مردم مصاحبه گرفتیم؟ آره صحبت کردم، مصاحبه کردم، مثلا ریاکت هایی که به فیلم گرفتم داشتم، پیرمردی بوده یه هویی مثلا حالش خوب بوده اوکی بوده، یه لفظی اومده که من وایسم با هم دیگه حرف بزنیم و چیزهای باحال تو ویدیو گفته خودشه، خیلی واقعی. میدونستم، گفتم حتما گردشگری، گفتیم بیاییم اطلاعات بدیم حالا در مورد بمباران شیمی هم بخواهی حرف بزنیم، حرفای زیادی هست که بخواهی دیدش کنیم. الان مثلا ما یه خانواده هستش، مثلا پدرش سه تا فرزندش رو از دست داده، دو تا برادر پسر دکلو با یه دختر، یه چیز یه دکتر رو از دست داده، دو تا پسر از دست داده، یه بچه که زنش باردار بوده، دختر بوده، متولد شده، مفقود الاسر شده. اینا هر الان فیلم درخت گردو قرار تو سینما اکرامشه، دقیقاً زندگی این مرد داره نشون میده که تو سینما دارن اکران میکنن. در مورد این مرد که سریال زندگیشه، فیلم زندگیشه، از من خیلی جالبه. اصلا یه اتفاقات عجیبی اینجا رخ داده. آره میگم پیدا کنی یه چیزی بوده که اصلا این مرد دو بار معمولی نبوده. آره این مرد خودش دو بار رفته دادگاه لاهه شکایت کرده، چیزی بهش ندادن، مجامع بین المللی سکوت کردن و این خیلی حرفا هستش ها. بعد یه خانواده داریم و این پسرشون سرباز بوده، وقتی که